دستان شماست. با درود به همیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیوی این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، چهارشنبه سوری آمد، نوروز آمد، سیزده بدر آمد و بهار آمد. ایرانیان از روی آتش پریدند، نوروز رو جشن گرفتند، به دید و بازدیدهای نوروزی رفتند، رقصیدند، شادمانی کردند و بعد در پارک ها با هم جمع شدند، دید و بازدید نوروزی رو ادامه دادند، باز هم شادمانی کردند، رقصیدند، پایکوبی کردند و به کوری چشم جمهوری اسلامی و این حکومتگران فاسد که تمام تبلیغاتشون گذاشته بودن رو اینکه چهارشنبه سوری را نباید جشن گرفت، نوروز را نباید جشن گرفت، باید گریه و زاری کرد برای امام حسین و سیزده بدر را حرام کردند و جز خاکی بر سر خودشون کار دیگری انجام ندادند. در تمام این سالها ایرانیان با جشن و پایکوبی و جشن گرفتن این روزهای خوش ایران ثابت کردند که ایرانی هستند، ثابت کردند که به هیچ وجه حکومت جمهوری اسلامی نمیتواند شادمانی را از این مردم بگیره، گرچه که شبانه روز داره فقر و فحشا و بدبختی و بیکاری رو در اون مملکت داره اشاعه میده، داره غارت میکنه اون مملکت رو، ولی این مردم با جشنهاشون، پایداریشون و پایمردیشون در تمام این مدت توانستند ایرانی بمانند و هر روز ایرانی تر شوند. هموطنان عزیز، حکومت جمهوری اسلامی آدماشو راه انداخته در جاهای مختلف. آقای احمدی نژاد این مهره فلاکت و بدبختی که در تمام این سالها که به عنوان رئیس جمهور بود، از روزی که آمد با کشتار مردم آمد، مردم یادشون نمیره، و در تمام 8 سالی که حکومت کرد جز با دروغ، جز با ریا که از سلف خودش آقای خمینی یاد گرفته بود و ملیجک آقای خامنه‌ای شده بود، جز با این کارها
خدمتی به این مملکت که نکرد، برای مملکت آنچه که به ارمغان آورد این آدم روسیاهی بیشتر بود برای حکومت جمهوری اسلامی و با غارت ملت ایران. حالا راه افتاده کارهای سخنرانی های استانی میکنه. اولا من نمیدونم اینا خجالت نمیکشند اون سد سیوند رو که در موقع حکومت ایشون و رئیس جمهوری ایشون انجام شد، ببینید چه فلاکتی برای خوزستان به بار آورد و این آدم میره در خوزستان سخنرانی میکنه. ببینید چقدر وقیح و پررو هستند این حکومتگران جمهوری اسلامی. اما هموطنان عزیز، احمدی نژاد، آقای خزعلی و حتی این نماینده مجلس که صداش در اومده بود در مجلس و میگفتش که ما اول وقتی که شروع کردیم در سال 1357 10,000 نفر ما زندانی داشتیم و امروز 220,000 نفر زندانی سیاسی داریم، ما قرار نبود که زندان بسازیم و اون بودجه رو که میخواستن در مجلس تصویب بکنن برای قوه قضاییه ایشون به هر حال وایستاد در مقابلش و آفرین به این نماینده مجلس. اما هموطنان، گول این حرفای نظام رو نخورید که حالا امروز اومدن دوباره نزدیک انتخابات شده و این حرفایی رو میزنن که شاید میخوان اپوزیسیون رو بیرنگ کنن. اینا میخوان بگن که اپوزیسیون خود ما هستیم، حرفایی رو که ما میزنیم شما جرأت این صحبت ها رو ندارید، ولی نگاه کنید ببینید ما چجوری جمهوری اسلامی رو باز میکنیم و افتضاحاتش رو برای مردم روشن میکنیم. نگاه کنید خود دزده اومده قباحت دزدی رو داره از بین میبره، ولی اینا هیچ کدومشون به دنبال از بین رفتن نظام نیستن. اینها خود برای استحکام بیشتر نظام و گول زدن بیشتر مردم دارن این کارا رو میکنن. هموطنان عزیز، جمهوری اسلامی انتخاباتش هم برگزار میکنه. حالا اینکه کی بیاد مگه چه تفاوت میکنه؟ مگه تا حالا چه تفاوتی کرده؟ دوباره به زور این مردم رو میکشونه به میدونها و پای صندوق رأی. دوباره یه سری آدم ها رو میاره که نمیدونم روسریشون کمی اونورتر رفته، یه لباس یه مقداری مدرن تر پوشیدن برای اینکه نشون بدن که نخیر نظام آزادی برای مردم آورده. اما درست دو هفته بعدش ببینید چگونه دوباره زنان رو به خاک و خون میکشن. این نظام حتی در طی این فاصله نتونسته حقوق کارگرها رو بده، حقوق کارمندا رو بده، ایدی که هیچی. مردم در فلاکت و بدبختی دارن زندگی میکنن. حکومت میخواد انتخابات دوباره را بندازه. آیا هموطنان عزیز، شما از خودتون نمیپرسید که ما با این رفتن پای صندوق های رأی چه داریم میکنیم؟ فقط دارید مشروعیتی رو میدید به این نظام که به هیچ وجه در داخل مملکت نداره، اما بیرون از مملکت میخواد نشون بده که اینا مشروعیت دارن. هموطنان عزیز، به فکر فرزندانتون باشید. خیانت نکنید به خودتون و فرزندانتون. یک بار و برای همیشه تصمیم بگیرید که دیگه پای صندوق‌های رأی نرید. تصمیم بگیرید که دیگه گول این حکومت فاسد رو نخورید. این حکومت یه لوله گاز زیر یه بغلشه، یه لوله نفت زیر یه بغل دیگه. راه افتاده در دنیا، هر کسی هر چیزی رو که بخواد بهش میده. خاک مملکت رو میفروشه، خاک مملکت رو توبره کرده. دیگه تا کی قراره که ما مردم این افتضاحات این حکومت رو تحمل بکنیم؟ این حکومت دیگه نیازی به روشنگری نداره، نیازی به افشاگری نداره که آقای خزعلی و آقای نمیدونم احمدی نژاد بخوام بیان دوباره افشاش بکنن. این حکومت هر روز سر سفره‌های نان مردم افشا شده. این حکومت در اونچه که در این مملکت میگذره افشا شده دیگه. هموطنان عزیز، شرایطی از این بهتر نبوده برای شما که این حکومت به خوبی دیگه خودشو نشون بده که دیگه من میخواهم بیایم رئیس جمهور بشم و این چنین بکنم اون چنان بکنم. دیگه برای شما روشنه کی قراره دیگه چی کار بکنه. از اون آقای خاتمی گرفته و بعد از اون همینجور هر کسی که اومده و هر کسی که قبلش اومده، اینا تو این 38 سال جز غارت ایران
کار دیگری نکردند و جز از بین بردن حیثیت ایرانی. اما خوشبختانه امروز با تلاش اپوزیسیون، چه در داخل و چه در خارج، کاری که کردند، کاری که انجام شد این بود که دنیا هم فهمید حکومت اسلامی از مردم ایران جداست و به همین خاطر امروز دیگه کشورهای اطراف ایران در منطقه که تمام کشورهای جهان فهمیدند که حساب حکومت جمهوری اسلامی از ملت ایران جداست. حالا که این کار انجام شد، چون حکومت بارها و بارها از این ملت و از این مردم استفاده کرد برای اینکه نقابی باشه که در بیرون نشون بده که این حکومت آبرویی داره، اما هر روز که گذشت این حکومت خودشو بی آبروتر کرد و شما مردم با این همه تحملتون باعث شدید تا این حکومت بی آبروتر بشه. آبرویی نداشت. آقای خمینی که آمد خودش یه آدم دروغگویی بود که این انقلاب رو از این مردم دزدید. اولا که حالا نمیدونم اسمش هم اصلا باید انقلاب بذاریم یا نه، مگه مردم ایران چه نداشتند که قرار بود براش انقلاب بکنن؟ و وقتی که انقلاب کردن به چه چیزی دست پیدا کردن؟ امروز ملت ایران همشون آرزوی همون روزهای گذشته رو دارن و آرزوی ملت ایران این هست که یه روزی دوباره برگردن به اون چه که داشتن و اون چه که بودن، مردمی سربلند، مردمی سرفراز، مردمی شاد، مردمی با آینده، مردمی با گذشته. امروز چی شدن؟ امروز 99% ملت ایران آرزوی روزهای گذشته رو میکنن. اما حسنش در اینه که این مردم از تلاش باز نایستادن، تلاش میکنن برای اینکه به سرفرازیشون برسن، به ایرانیتشون برسن. و خبر خوشی دارم برای شما، امروز میهمانانی داریم که دل ملت ایران رو بیشتر گرم خواهند کرد، چون از درون ملت ایران هستند. اجازه بدید تا هموطنان عزیز این رو در ذهنمون بگذاریم که با این همه کارهایی که این حکومت فقط برای باقی موندن خودش و فقط برای بقای این سیستم استبدادی خودش کرد، به نتیجه نرسید. از این به بعد هم اگه قرار باشه انجام بده، به نتیجه نخواهد رسید. این برای ملت ایران نتیجه نخواهد داشت. فقط این آخوند مزور رو هر روز بتونه صبحش رو شب بکنه و شبش رو صبح، همین لرزان و ترسان، چون دزد همیشه میترسه. حکومت جمهوری اسلامی دزدیست که برای غارتگری و چپاول اموال شما، برای چپاول جان شما، برای چپاول آینده شما امروز میخواد صبحش رو به شب بکنه و شبش رو به صبح. این کار رو نباید اجازه بدید که انجام بشه. تنها راه گذار از استبداد به دموکراسی در ایران، تنها راه گذار از استبداد به دموکراسی در ایران، اتحاد تمام نیروهای مخالف جمهوری اسلامی است. و تمام نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که 99% در ایران و 1% در خارج از ایران هستند، به این نتیجه رسیدن که باید با هم متحد بشن. اجازه بدید تا در این راه قدم‌های محکم با هم برداریم، چون فردای ایران فردای بسیار روشنی است، با این فرزندانی که در داخل و خارج از ایران و این امیدهای ایران که دارن بزرگ میشن. سرخط اخبار رو با هم میبینیم و برمیگردیم. با درود. به لطف مسئولین دزد جمهوری اسلامی اولین اختلاس سال جدید رقم خورد. فرهاد عزیزیان از معاونین سابق آستان قدس و برادر زن واعظ طبسی با 1000 میلیارد اختلاس و دزدی از کشور فرار کرد. شعبه 1162 مجتمع قضایی قدس تهران هر یک از خواهران دائمی آتنا، انیسه و هانیه را به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم کرد.
بر اساس این حکم محکومیت انیسه و هانیه به مدت یک سال تعلیق شده است. دادگاه انقلاب شهر قزوین سهیلا کارگر فعال مدنی را به اتهام عضویت در گروه به قصد برهم زدن امنیت عمومی کشور به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش میزان پلیس همدان با اقتدار و افتخار اعلام کرد 2 مسافر نوروزی هنجارشکن که در پیاده‌روی خیابان بوعلی همدان اقدام به خوانندگی غیر مجاز کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. حسین توفیق از سردبیران مجله طنز توفیق در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. حسین توفیق به همراه برادرانش حسن و عباس از اواسط دهه 1330 تا سال 1350 گردانندگان دوره سوم مجله طنز توفیق بودند. سید باقر موسوی ورزشکار قهرمان رزمیکار از شهرستان گناوه به دلیل بیکاری و تأمین مایحتاج زندگی خود به دست فروشی در بازار این بندر روی آورده است. به گزارش سایت حکومتی فردا نیوز جمهوری اسلامی ایران همزمان با اتحادیه گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده در سوریه بر سر سرنوشت شیعیان فوعه و کفریان مذاکره کرد. حسام شافعی از گروه جیش الفتح و یکی از رؤسای هیئت مذاکره کننده از طرف القاعده‌ای‌ها خبر مذاکره رو در رو با جمهوری اسلامی را در صفحه شخصی خود تایید کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از بوستون گزارش می‌دهد که علی‌رغم دریافت پذیرش تحصیلی، وضعیت سفر صدها دانشجوی ایرانی به آمریکا ناروشن است. ترم تحصیلی جدید پاییز سال جاری آغاز می‌شود و دانشجویان پذیرفته شده باید تا آن هنگام در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند، موضوعی که حال با اما و اگرهای فراوانی روبرو شده است. سخنگوی شورای نگهبان گفته است روحانی باید دوباره مورد تایید قرار گیرد تا بتواند در انتخابات آینده نامزد شود. به گفته او امکان دارد کسانی که پیش از این از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند این بار تایید شوند. گروه سازندگان فولاد آلمان قراردادی به ارزش 400 میلیون دلار برای توسعه تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منعقد کرده، اما برای تأمین مالی آن به دلیل پابرجایی تحریم‌های آمریکا با چالش‌هایی مواجه شده و زمان شروع این قرارداد معلوم نیست. به گزارش رادیو آلمان، پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان با شبه نظامیان شیعه نگرانی کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل را برانگیخته است. حال از استقرار سپاه جولان در مرز شمالی اسرائیل سخن می‌رود. اقدامی تحریک‌آمیز با پیامدهای بسیار. راس لتینن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است واشنگتن چنان تحریم‌های فلج کننده ای علیه رژیم تهران وضع خواهد کرد که مجبور شود در برنامه موشکی خود تجدید نظر کند. شبکه تلویزیونی CNN ترک روز سه‌شنبه اعلام کرد محمد هاکان آتیلا معاون مدیر اجرایی بانک خلق یا هالک بانک ترکیه به اتهام همکاری با رژیم ایران در یکی از فرودگاه‌های آمریکا دستگیر شده است. در جریان دیدار ولادیمیر پوتین با حسن روحانی فروش هواپیماهای سوخو به ایران مورد مذاکره قرار گرفته است. برای ایران اما همکاری با روسیه در جریان منازعات منطقه‌ای بیش از جنبه روابط اقتصادی با روسیه اهمیت دارد. به گفته محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، شهرداری وظیفه اصلی و ذاتی خود را فراموش کرده. زباله ها گاه در جوی ریخته می شود و شمار موش ها افزایش می یابد. شهرداری آمار موش های تهران را 2 میلیون اعلام کرده، اما متخصصان تعداد موش ها را بیش از 20 میلیون اعلام کردند. ژنرال جوزف ووتل فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که در کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره شهادت می‌داد گفت که ایران سرمنشأ بزرگترین تهدید درازمدت برای ثبات در کل منطقه است.
وی خواستار مختل کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران به شیوه‌های نظامی یا غیر نظامی شده است. دادستان کل ایران از رصد لحظه به لحظه فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و گفته است که متخلفان فیلتر خواهند شد. محمد جعفر منتظری پیشتر گفته بود قوه قضاییه هر هفته تا 20,000 کانال تلگرامی را فیلتر می‌کند. در پایان به نرخ ارز در بازار ایران توجه کنید. 1 دلار آمریکا 3,767 تومان، 1 پوند انگلیس 4,750 تومان و هر 1 یورو 4,104 تومان. شب و روزتان خوش. شماره تلگرام نهاد مردمی برای ارسال پیام‌های صوتی و نوشتاری 2046-762-588-095. هموطنان عزیز، اخبار رو شنیدید. حاصل کار حکومت اسلامی این شد که بالاخره ایران به بزرگترین تهدید در کل منطقه و در سراسر جهان شناخته شد. چه دستاوردی حکومت جمهوری اسلامی برای ملت ایران آورد؟ در داخل مملکت فقر و فحشا و بیکاری و خشکسالی و بی‌آیندگی داره ملت ایران رو تهدید میکنه. سفره‌های مردم خالی است. مردم بیکارند. بچه هاشون رو با چنگ و دندون میفرستن تحصیل بکنن، مدارک تحصیلی و مدارج تحصیلی رو میگذرونن، حالا غلط یا درستش، بعد بیکارن. حکومت جمهوری اسلامی در تمام این 38 سالش، نگاه کنید ببینید، 8 سال جنگ ایران و عراق رو ادامه دادن تا جایی که دیگه نمیتوانستن ادامه بدن، به قول خودشون دو روز دیگه هم تحمل نمیتونستن بکنن، و با بی‌آبرویی و التماس جام زهر رو اون خمینی دروغگو بالاخره سر کشید. بعد نگاه کنید هموطنان عزیز، در تمام کارهایی که کردن برجامو نگاه، تا کجا ادامه دادن؟ تا جایی که خودشون اذعان کردن دو روز دیگه نمیتونستن ادامهش بدن. و امروز حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به این باطلاق‌های برده، در جنگ سوریه، در گرفتاری یمن، در جریان کاری که با حماس و این نیروهایی که در تمام جهان باید خرجشون رو بده. نگاه کنید ببینید که از کیسه ملت ایران چگونه دارن خرج میکنن و برای چی، برای کی؟ ملتی که خودش در فقر داره به سر میبره، ملتی که خودش به اندازه کافی دارو و درمان برای درمان مردم خودش نداره. ببینید چگونه بیمارستان میسازند در کربلا و در عراق و در اینور و در اونور. از کیسه ملت ایران دارن خرج میکنند بدون اینکه ملت ایران درش سهمی داشته باشند. هموطنان عزیز، حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه به فکر ملت ایران نبوده، از این به بعدش هم نیست. خودشون هم گفتن که اصلا مردم کی هستن که قرار باشه حق رأی داشته باشن. شما مثل این که یادتون میره این حرفایی که خودشون میزنن. اینها به دنبال اسلامشون هستن، به دنبال باوری از 1400 سال پیشند که امروز دیگه معنی دیگه نمیده، دیگه محلی از اعراب نداره. یک کدوم از این آخونده گفته بود که اگر کسی رأی نده میره جهنم. رهبر کاتولیکای جهان همین دو سه هفته پیش اعلام کرد که بر مبنای تحقیقاتی که کردند و اونچه که علم امروز نشون داده، دیگه جهنمی وجود نداره. هموطنان عزیز، این بهشت و جهنمی که دارن به شما میفروشن هیچ نوع مبنایی نداره، فقط برای پر کردن جیب آخونده است که از روز اول که آدم متولد میشه تا روزی که میمیره اینا باید حق و حسابشون رو بگیرن. تا کی؟
تا کی قرار این قضیه ادامه پیدا بکنه؟ اما ملت ایران از پا ننشستند. این جوجه های بلانه نشسته، این جوجه هایی که این فرزندان ایران که در دامان شماها بزرگ شدند، اینهایی که ژن ایرانی رو دارن با خودشون حمل میکنند، اینها برای اعتلای ایران و برای سرفرازی فردای ایران و برای اینکه از این خفت و خاری که توسط این حکومت جمهوری اسلامی گرفتار شدن در بیان دارن تلاش میکنن. امروز دو نفر از این جوانان میهمان برنامه سیمای نهاد مردمی هستند. آقای آریاس به باوند از ترکیه و آقای آرش مهدوی در اسلو در نروژ. به شما درود میفرستم آقای باوند. خب بچه‌ها، جناب دکتر ولایتی و امیران عزیز، سال نو و روز باستانی رو من به شما عزیزان فرستاد میگم و درود بر امیران عزیز و ارجمند شما جناب آقای آرش مهدوی. خوشبختم از که در برنامه شما حضور دارم و عرض فرستم دارم. بله، سپاسگزار شما هستم. آقای آرش مهدوی، به شما درود میفرستم. درود بر شما جناب دکتر شاه‌ولایتی عزیز، همینطور همیهنان در سر تا سر جهان، مخصوصا در کشور عزیزمون ایران و مهمان عزیز برنامه جناب آقای باوند. جناب مهدوی، شما در گروه به نظارت بر این انتخابات دوره نهم هیئت امنای نهاد مردم، دوره دهم، شما زحمات بسیار زیادی کشیدید. میدونم که این گروه نظارت متشکل از 3 نفر بود اول و بعد با توجه به اینکه آقای فرهمند کلایه تصمیم گرفتن که برن در هیئت امنا خودشون رو کاندید بکنن، از اون گروه نظارت استفاده دادن و بعد شما در گروه نظارت کردید بر این انتخابات. خواهش میکنم گزارشتون رو برای همیهنان عزیزمون بفرمایید. خواهش میکنم. بله، همونطور که در هفته گذشتم خدمت همیهنان گفتیم، در طول هفته گذشته انتخابات دوره دهم هیئت امنای نهاد مردمی بود و همونطور که شما هم باز اشاره کردین، ما در گروه نظارت بر انتخابات بانو زیبا شاه‌ولایتی و من هست و این رو همینجا خدمت هموطنان عزیز باز میگیم، من در هفته گذشته در این سیستم نهاد مردمی کارها و برنامه هامون بر اساس اصول و آیین‌نامه نهاد باشه و خوشبختانه یکی دیگر از رأی‌گیری های خودمون رو به انجام رسوندیم و بسیار مفتخر هستم که بگم که این انتخابات هم به خوبی انجام شد و این گروه نظارت در انتخابات بعد از تایید نتایج، این نتایج رو اینجا خدمت همیهنان هم اعلام میکنیم، هیئت امنای دوره دهم نهاد مردمی متشکل استش از آقایان ایمان فروتن، منوچهر مرپویان، ابراهیم گنجی، فرهمند کلایه و سیامک رفیع‌زاده و همینجام از همه عزیزان و یارانی که در رأی‌گیری شرکت کردند سپاسگزارم و بسیار بسیار خرسند میشیم که دیگر دوستان و یاران و عزیزان در رأی‌گیری های دیگه هم شرکت کنن. همونطوری که هفته گذشتم گفتیم، این یک تمرین دموکراسی است که خوشبختانه ما در نهاد مردمی یکی از شاید میشه گفت تنها ترین گروه ها و سازمان های اپوزیسیون هستیم که سعی کردیم این قواعد و اصول دموکراتیک رو همواره پایبند بهش باشیم و به هر حال این نتایج انتخابات بود و دوره دهم هم از همین یک شنبه کار خودشون رو آغاز کردن. بله، سپاسگزارتون هستم جناب آرش مهدوی و سپاسگزار از زحماتتون. در این حال من هم تبریکی دارم برای شخصیت هایی که انتخاب شدن و در این حال خواستم برای بینندگان عزیز این توضیح رو بدم که الان که جناب مهدوی هم تشریف دارن، هموطنان عزیز، نهاد مردمی در نهایت دموکراتیک این کارا رو انجام میده. یعنی اولا که
بعد از سالها مبارزه اپوزیسیون که افرادی که در اپوزیسیون بودن یک بخششون دیگه امروز با ما نیستن، ولی حدود 8 سال پیش مطالعاتی انجام شد که چرا اپوزیسیون نتوانست موفق بشه. بعد در مطالعات 2 ساله‌ای که انجام شد با تمام اپوزیسیون در داخل و خارج ایران تماس گرفته شد و نتیجتاً نهاد مردمی پایگذاریش. پایگذاری نهاد مردمی توسط کسانی بود که خودشون در این اپوزیسیون سالها زحمت کشیده بودند، ولی به این نتیجه رسیدند که یک جاهایش اشکال داره. 15 تا اشکال در اومد در این زحماتی که کشیده شد و این بررسی هایی که شد، و بعد نهاد مردمی پایگذاری شد با یک هدف و 5 اصل. در تمام این سالها این انتخابات انجام شد و این انتخابات به صورت دموکراتیک انجام شد، و چون نهاد مردمی از پایین ساخته شده بود، قرار شد که هر کسی بیاد طبق اون موازینی که در نهاد مردمی هست بیاد عضو نهاد مردمی بشه، بیاد جزو شخصیت‌های حقیقی بشه و رأی داشته باشه، رأی بده. در نهاد مردمی قرار بر این بود که ما قرار بر این بود هست که ما برای این پیوند زدن حلقه های از هم گسسته تلاش بکنیم، و با یک هدف و 5 است که هدف پیوند زدن این حلقه های از هم گسسته، و اصولش هم که اصول پنجگانه‌ای بود که تمام اپوزیسیون در سراسر جهان قبول کردن این اصول. اما در تمام این سالها ما این قطار درست شد، قطاری درست شد که در این قطار همه چیزش درسته، همه چیزش ساختارش به عنوان ساختار یه سازمان مخالف جمهوری اسلامی درست شد، و ما از همه دعوت کردیم که بیایید تا از این قطار استفاده بکنیم و همه برویم با هم دیگه، چه در داخل و چه در خارج ایران، که وطنمون رو پس بگیریم. هیئت امنای نهاد مردمی دوره دهمش این شخصیت‌هایی بودن که دیدید. آرش مهدوی خودش سال‌هاست که عضو حقیقی هیئت امنای نهاد مردمی است، و من فکر می‌کنم که در یک دوره‌ای شما خودتون هم عضو هیئت امنا بودید، یا من اشتباه میکنم آقای مهدوی؟ بله، در همون دوره‌های اول درسته، البته در قسمت‌های مختلف کار میکنیم، چون همونطور شما خودتون هم در جریان هستین، نهاد مردمی از قسمت‌ها و به هر حال دبیرخانه‌های مختلف با ساختاری درست شده که هر کسی در جایی که بنا به شایستگیش و تواناییش در اون دبیرخانه‌ها کار میکنه، که خود آقای آرش مهدوی الان به عنوان مشاور ارشد در نهاد کار میکنن که زحمات بسیار زیادی هم میکشن. اینجا جا داره از کسانی که امروز دیگه بین ما نیستند یه سپاسگزاری داشته باشیم، یادشون رو گرامی بداریم، و در این حال بدونن که این پرچم به دست کسانی که بوده، فروزان و فروزانتر، به دست جوانانی مثل شماها داده شده که شما هم بتوانید. ما در پشت صحنه عمل میکنیم، و بعد کسانی که علاقمند هستن میتوانن بیاین عضو نهاد بشوند، و ما اون کاری رو که باید انجام بدیم که پس گرفتن وطنمون و عبور کار مهمی که باید انجام بشه اینه که ما بتوانیم گذاری بکنیم از استبداد به دموکراسی. قرار هستش که با کمترین هزینه ما وطنمون رو پس بگیریم. قرار نیست که وطنمون منهدم بشه. هموطنان عزیز، در این حال این وحشتی که جمهوری اسلامی در دل شما میندازه، اینو مطمئن باشید که وطن ما با حضور و وجود این فرزندان از هم نخواهد پاشید. ایران در هم تنیده هستند، ایرانیان در هم تنیده هستند، حتی اونهایی که امروز در ایران نیستند. هیچ قومی، هیچ مهاجری این چنین به دنیا مهاجرت نکرده که هنوز هم دلش با وطنش باشه، جز ایرانیان. هموطنان عزیز، آقای آرش مهدوی یک کار خیلی مهمی رو هم در اروپا دارن انجام میده، ضمن اینکه فعالیت‌هاشون همه در جهت سیاسی هست و خودشون شبانه روز کار سیاسی میکنند، اما این قدمی رو هم که برداشتند بسیار قدم مهم و مؤثری است. آقای آرش مهدوی، خواهش میکنم در این زمینه توضیح بیشتر بفرمایید. سپاسگزارم. ما دیدیم که در تمام مدت این سالها معمولا در بین خودمون داشتیم کار میکردیم و از این مسئله به دور افتاده بودیم که باید با
افراد و مردم اون کشوری هم که درش زندگی میکنیم ارتباط برقرار کنیم. بله. یکی به دلیل اینکه بتونیم اطلاعات و تجربیات خودمون رو که در طول تمام این سالها و مخصوصا در همون ایام انقلاب ننگین جمهوری اسلامی با اومدن سیستم اسلامی به کشورمون داشتیم رو به این به هر حال مردم کشورهای دیگه اروپایی برسونیم، که در این مورد ما در رابطه با نروژ بود. و یکی هم این که بتونیم این ارتباط رو یه مقدار مستقیم تر کنیم، چون خودمون هم داریم اینجا زندگی میکنیم، و از همه مهمتر نشون بدیم که مردم ایران و ملت ایران با حکومت ایران یکی نیستن. بله. این یکی از بزرگترین و مهمترین مسائل بود که من با درست کردن یه تعداد ویدیو این کار رو انجام دادم، که در حتی در برنامه هفته گذاشتم گفتیم. الان هم مشغول یک پتیشن هستیم در رابطه با ممنوع کردن استفاده از نقاب و همین چادر و اینجور چیزا دیگه. نه چادر روسری، نقاب هست و یک حالتی باز دوباره یه همین از ماسکای خودشون هست که به صورت معلوم است چه یادم رفت. به هر حال این دو مورد رو الان به صورت پتیشن مقنعه درسته؟ مقنعه هم نیست الان میگم یهو چون نروژی و فارسی، ولی خب به هر حال این نقاب هست و در اصل هم چون در نروژ هم این مسئله خیلی مشکل ساز شده بود در چند وقت گذشته و الان خیلی خوب دارن به هر حال پشتیبانی میکنن. من فکر میکنم این کار رو همینا در همه جای دنیا میتونن انجام بدن. بله. چون این من مهم هست. به هر حال امیدوار هستیم هموطنان در کشورهای دیگه به غیر از اینکه با خود هم دیگه در ارتباط هستیم، با مردم اون کشورها هم در ارتباط باشن. شما بیشتر نظرتون این هست که مردم آگاه بشن که همون بلایی که در سال 1357 به سر ملت ایران آمد حالا به سر اونا نیاد، و اون چه که این جمهوری اسلامی کرد و این مسلمان‌ها به طور کلی مسلمان‌های افراطی میکنن اینه که خیلی با ناله و آه و چی میگن مظلوم نمایی میان، و وقتی که سوار بر کار شدن اون وقت گردن ملت رو میبرن، همون جوری که در ایران کردن در اروپا هم دارن میکنن. شما هدفتون آشنا کردن مردم به این اتفاقاتی است که در ایران افتاده، و میخواهید که اینها به سر مردمانی که حالا ماها داریم در این غربت باشون زندگی میکنیم آشناشون بکنیم که این گرفتاری رو خودشون دست خودشون ندن. همینطوره؟ دقیقاً جناب دکتر، من برای همین الان یه مقدارم قاطی کردم، چون من هیچ وقت باور نمی‌کردم در نروژ مجبور بشیم یک کاری کنیم که جلوگیری کنیم از اومدن نقاب و برقه. برقه. ولی متاسفانه همان گونه که در کشور ما اینها البته به یه صورت دیگه اومدن با دروغ و کلک به قدرت رسیدن، اینجا هم یواش یواش دارن این مسائل رو عادی میکنن و ما باید جلوشون بایستیم، هم به عنوان همونطور که گفتم ایرانیانی که این مسائل تا حدودی به هر حال تجربه کردیم، و هم به عنوان که اینجا خونه دوم اون هست و نمیخوایم اینجا رو از دست بدیم، و خیلی هم خوب از طرف اینا به هر حال پذیرفته شده و من فکر میکنم این کار رو در همه کشور جهان میشه انجام داد. به هر حال امیدوار هستیم دوستان هم در این حرکت یاری کنن تا بتونیم بیشتر. اگر دوستان تشریف برن در یوتیوب، البته اکثر این فیلمایی که ما درست کردیم نروژی هست، ولی خب یه مقدار میتونن آشنا بشن، یکی دو تا انگلیسی هم هست و این پتیشن هم وجود داره، هم در یوتیوب هست و هم در فیسبوک. جناب مهتبی، من از حضور شما در برنامه امروز هم برای گزارش انتخابات یتامنا و هم برای برنامه‌ای که در اروپا به طور کلی دارید و این زحماتی که میکشید سپاسگزاری میکنم، و امیدوار هستم در برنامه‌های آینده باز هم شما رو داشته باشید. من هم سپاسگزارم از شما و از اتاق فرمان و مهمان برنامه و همه هموطنان در سر تا سر جهان. به امید آزادی و به امید پیروزی ملت ایران بر حکومت کثیف اسلام سپاسگزارم. درود بر شما. مهمان دیگر برنامه امروز یکی دیگر از جوانان فعال ایرانی هستند که سالها در داخل ایران فعالیت کردند و امروز توانستند به هر حال از سیطره این حکومت جمهوری اسلامی بگریزند، ولی فعالیت‌های مخالفت با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن، و نه فقط این کارو کردن بلکه امروز یارگیریشون رو در داخل ایران بیشتر
و فعالیت‌هاشون رو فراتر از ایران کردن. جناب آریاس به باوند، به شما مجدداً درود می‌فرستم و خواهش می‌کنم برای بینندگان عزیزمون شما یه مقداری از خودتون و فعالیتاتون بیشتر بفرمایید. خواهش می‌کنم با درود مجدد به شما جناب دکتر شاه ولایتی و عزیزانی که همیار شما هستند. من آریاس به باوند هستم، یک روزنامه‌نگار جز و یک سرباز کوچک میهن، فکر کنم همین کافی باشه. در خدمتتون هستم. بله. هموطنان عزیز، از اونجایی که من با آشنایی که در مدت کمی است که با این شخصیت ایرانی پیدا کردم، بسیار بسیار متواضع هستند و خیلی فروتنانه صحبت میکنند، اما میدونم که کولباری از فعالیت‌های سیاسی، روزنامه نگاری و نویسندگی دارند در تمام این سالها و مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی از اون روزی که خودشون رو شناختند شروع کردند و هنوز هم صمیمانه دارن ادامه میدن. جناب باوند، بفرمایید که در ایران شما میدونم که بیشتر فعالیتاتون رو در داخل مملکت دارید انجام میدید. هموطنانمون رو آشنا بکنید با فعالیتاتون که بیشتر بدونن که اونجور هم که فکر میکنن مردم ایران ساکت ننشستن. بله. عرضم به خدمتتون که خب ما از چند سال پیش با چند تا دوستان تصمیم گرفتیم که یک گروهی رو، یک حزبی، یک سازمانی رو تشکیل بدیم که در واقع اپوزیسیون داخل کشور رو ما یکم روش رصد بکنیم، روش سرمایه بگذاریم، سرمایه فکری، و سعی بکنیم که رشد بدیم این بخش رو که بسیار ضعیف عمل کرده بود. چرا که خب در کشوری مثل ایران که نظام دیکتاتوری به نام نظام آخوندی سلطه‌گر هست و غالب بر مردم، طبیعتاً عزیزان ایرانی، جوانان داخل کشور بستر مناسبی برای فعالیت‌های آزاد سیاسی ندارن و مجبورن این فعالیت رو زیر زمینی داشته باشن، یا اینکه جذب احزاب اصلاح طلب بشن و در واقع کل اون انرژی و نوع تفکرشون حرام بشه در واقع و به بطالت بگذره. گفتیم خب چه باید بکنیم؟ یک سری از عزیزانی که در اپوزیسیون هستن که خب فقط در واقع صحبت هست، فقط یک بازگشتی به عقب هست که ما در زمان قدیم این گونه بودیم، آن گونه بودیم، ولی چیزی که من دیدم همون در بخش روزنامه نگاری و حرفه خودم این بود که مردم میخواهند در مورد امروزشان صحبت بشه و امروز این مردم گرسنه هستند، چه گرسنه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و با یک فکر یک راه چاره در داخل کشور بود و این راه رو ما انتخاب کردیم به دلایلی که حالا من بعداً خدمت شما و سروران گرامی بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. مجبور شدم خب خاک ایران رو ترک بکنم و موقعی که خاک ایران رو ترک کردم به این نتیجه رسیدم که خب الان من از بیرون خاک خب شاید کمی امنیت بیشتر باشه، زمینه که خب در داخل اتفاقات عجیب و غریبی برای من افتاد. این کلونی و این مجموعه رو تحت عنوان اتحادیه شوراهای فضای مجازی من کلید زدم به همراه 3 تن از دوستان، یعنی کلا ما 4 نفر بودیم، این کلید خورد و بعد از مدتی خب تغییر نام داد و من در مترو سنتر کردستان عراق این نام رو ثبت کردم و به نام حزب اتحاد شورای استانی مشغول به فعالیت شدیم. امروز بعد از گذشت حدود 1 سال و 3 ماه ما به بیش از 5000 عضو در فضای واقعی رسیدیم که این عزیزان برای اینکه امنیت بیشتری داشته باشن از اونجایی که فضای تلگرام و فیسبوک در ایران به اون صورت امن نیست که دوستان بتونن راحت فعالیت داشته باشن، توسط ایمیل هایی که هر هفته تغییر میکنه با مسئولین امنیت ما در تماس هستن و گزارش میدن. در هر استان ما یک راهبر انتخاب کردیم و چند رهرو زیر مجموعه این راهبر هست که مشکلات استان رو در کارگروه های مختلف مثل کارگروه فرهنگی، کارگروه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حقوقی این آسیب‌ها رو شناسایی میکنن و راه درمانش رو پیشنهاد میکنن. کتابی هم تحت عنوان کتاب قانون ما میخوایم تقدیم دولت آینده ایران در فضای آزاد بکنیم که امیدوار هستیم از اون کتاب بتونن استفاده لازم رو ببرن. من در خدمتتون هستم. این مطالبی که شما میفرمایید با توجه به تعداد اعضایتون که اعضای حقیقی شما هستن، فعالین حقیقی هستن که در داخل ایران وجود دارن
و تعدادشون هم به مراتب داره بیشتر میشه، من فکر میکنم که ما باید با وجود شماها باید دست در دست همدیگه بدن، اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج، چه جوان و چه پیر، چه زن و چه مرد، همه باید برای گذار از استبداد به دموکراسی در ایران باید متحد بشن. و این گروه های مخالف جمهوری اسلامی اگر متحد بشن با هم دیگه کار جمهوری اسلامی تمامه، چون جمهوری اسلامی کارنامه بسیار بسیار افتضاح‌آمیزی داره، واقعا کارنامه خفتباری داره، کارنامه نکبتباری داره. و اگر این نیروها به هم پیوند بخورن که یکی از کارهای نهاد مردمی بوده، من فکر میکنم که ما سریعتر میتوانیم وطنمون رو پس بگیریم. شما در جهت اینکه بتوانید این اتحاد رو بیشتر بکنید به خصوص با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اونجا توضیحی هم بدم که من فکر کنم شما منظورتون همه اپوزیسیون نیست که قرار هست که به عقب برگردن، نه، ما اون چیزی که در نهاد مردمی و به خصوص در خیلی از گروهای اپوزیسیون میبینیم اینطور نیست. من فقط نمیخوام که احتمالاً اشتباهی حرف شما تعریف بشه یا احتمالاً تحریف بشه. نیروهای اپوزیسیون برای آینده بهتر برای ایران با توجه به پشتوانه گذشتهشون دارن تلاش میکنن. بفرمایید. خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که من این رو البته خواستم اشاره بکنم، دیگه دیدم صحبت طولانی شد، من خواستم شما فرمایشاتتون رو بیان بکنید بعد در خدمتتون باشم. بله، من منظورم اون بخش از اپوزیسیون هست که ناکارآمد و در واقع در یک خلسه فرو رفت. بله. ولی دوستانی هستن، خب احزابی هستن، جنبش هایی هستن و نهاد مردمی که ما شدیداً به سمتش تمایل پیدا کردیم و گرایش پیدا کردیم به خاطر اینکه دیدیم واقعا نهاد مردمی داره خوب کار میکنه. در مقابل اون بخش از اپوزیسیون که خیلی بد کار کرده، بد عمل کرده و آمدیم این آسیب شناسی رو هم حتی انجام دادیم که چرا یک بخش از اپوزیسیون اینقدر در خلسه فرو رفته، در کما فرو رفته، چرا، دلیلش چیست؟ دلیلش رو ما در داخل کشور پیدا کردیم. بزرگترین دلیل این هست که این عزیزان خارج از میدان هستن، بیرون کشور هستن و اطلاعاتی که به دستشون میرسه، چه بسا یک سری از این اطلاعات اطلاعات غلط باشه، اطلاعات جعلی باشه. ما تلاش کردیم توسط کمیته حقیقتیاب حزب اتحاد شورای استانی اطلاعات درست رو به اپوزیسیون برسونیم. من یه مثال برای شما میزنم. موقعی که من ایران بودم ناقافل دیدیم اسم یکی از دوستانی که ما میشناختیمش که این آقا چقدر داره زحمت برای کشور میکشه، دیدیم در فیسبوک رسانه‌ای شده که این آقا مخبر هست، این آقا مزدوره، در حالی که این مرد فوق‌العاده آدم شریفی بود. و به شما بگم اون تعدادی که در ایران در احزاب اصلاح طلب بودن و با ایشون در واقع مشکلاتی داشتن، مناقشاتی داشتن، برای این آقا پرونده سازی های جعلی کردن و معرفی کردن به اپوزیسیون، این مرد رو بدنام کردن. ما برای اینکه این اتفاقات نیفته بخش کمیته حقیقتیاب رو راه اندازی کردیم. کمیته حقیقتیاب بازرسانی داره که این بازرسان در واقع از مأموران خود امنیتی خود نظام آخوندی هستن که با ما و با مردم همراه شدن. اینها اطلاعات درست رو به ما انتقال میدن، ما هم افشاگری میکنیم و افرادی رو که واقعا مخبرن و واقعا مزدور هستن با سند و مدرک به مردم و به اپوزیسیون معرفی میکنیم. این یک بخشی بود که اپوزیسیون کم داشت و ما این رو بهش اضافه کردیم. در واقع وظیفه سربازی خودمون رو در قبال اپوزیسیون انجام دادیم. دلیل بعدی که اتحاد به وجود نیامد، که الان در نهاد مردمی این اتفاق داره رخ میده و این رو من به فال نیک میگیرم، این بود که احزاب مختلف، خیلی از احزاب به فکر مانیفست های خودشون بودن، به فکر اهداف داخل مجموعه‌ای خودشون بودن، اهداف سازمانی خودشون بودن. تا زمانی که به اون اهداف بخوان فکر بکنن طبیعتاً هیچ اتحادی به وجود نمیاد. همونطور که شما فرمودید، من این رو هم اضافه بکنم، برای اینکه اپوزیسیون ایران بتواند یک مهره قوی باشد و یک در واقع کلونی منسجم و مستحکم در مقابل نظام فاشیستی و کثیف آخوندی، نیکتر هست که ما اون مانیفست ها، اون برنامه ها و اهداف خودمون، آرمان های خودمون رو به کنار بگذاریم، این کتاب رو ببندیم و بیاییم اول سر یک میز مذاکره ما هم به این نتیجه برسیم که همگی خواهان این هستیم که نظام آخوندی برچیده شود. و
وقتی به این نتیجه مشترک رسیدیم، بعد در پهنه آزاد دموکراسی در رفراندومی که انجام خواهد شد، خب احزاب مختلف میتونن آلترناتیف های خودشون رو رونمایی بکنن و اونجا دیگه یک تورنمنت و یک رقابت هست، میتونن در اون رقابت شرکت بکنن. هر کسی که آرای اکثریت مردم رو به دست آورد میتونه که سکان هدایت دولت و حکومت آینده رو در دست بگیره. به نظر ما این هست و در داخل کشور همین کارو کردیم. تا به امروز در عرض یک سال و تقریبا سه ماهی که گذشته ما 15 بیانیه در فضای واقعی در شهرهای مختلف دوستان ما به صورت شبنامه توضیح کردن، به منزله یعنی آدرس منزل اکثر سرداران سپاه رو ما گرفتیم، به منزلشون راهبران استانی ما اینها رو این اعلامیه ها رو فرستادن در مساجد لای کتاب‌های قرآن، مفاتیح الجنان، نهج البلاغه دوستان این بیانیه ها رو گذاشتن و از مردم خواستن تا اپوزیسیون ایران رو حمایت بکنن تا اینکه همه زیر یک پرچم و با یک هدف پیش برن. جناب بابند، با توجه به اینکه وقتمون امروز کوتاه هست و با توجه به مشکلات تکنیکال که داشتیم، امیدوار هستم که در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم که بیشتر در داخل ایران با شما آشنا بشن و با فعالیتاتون، و من مطمئن هستم که اون چرا که ما این پیوندی رو که داریم با نهاد مردمی و بقیه اپوزیسیون و جوانان داخل ایران، مردمان داخل ایران داره این پیوند میخوره، مطمئنن ما با همدیگر وطنمون رو پس خواهیم گرفت. من از حضور شما سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که در برنامه‌های آینده باز هم شما رو داشته باشیم. خواهش میکنم. یک دنیا سپاس و یک کهکشان آرزوهای نیک برای شما نیک مردان ایران و مردم ایران زمین. زنده باد ایران و ایرانی و برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشانش و زنده باد شاهزاده و شاهزادگان ایرانی. بدرود بزرگوار. تشکر میکنم و بدرود با شما. هموطنان عزیز، ما ملت ایران برای ماندن ایران باید تلاش بکنیم، ایران رو نگه داریم، ایرانی مستقل، ایرانی سرفراز، ایرانی آباد و ایرانی آزاد. رویدادهای هفته پیش رو برگرفته از گاه شمار ملی ایران. 16 فروردین 1303 خورشیدی، مرگ محمد علی شاه پادشاه مستبد قاجار. محمد علی شاه قاجار در این روز پس از 15 سال اقامت در خارج از کشور در سن 54 سالگی بر اثر دیابت در پاریس درگذشت. وی یک هفته پس از مرگ مظفرالدین شاه تاجگذاری کرد و به پادشاهی ایران رسیده بود. 17 فروردین، جشن سروشگان. 17 روز از هر ماه در گاه شماری ایرانی سروش نام دارد و 17 فروردین نخستین روز سروش سال هنگام جشن سروشگان یا جشن 17 روز است. این روز در ستایش، سروش، ایزد پیام‌آور خداوند و نگاهبان بیداری بوده است. خروس و به ویژه خروس سپید از گرامی ترین جانوران در نزد ایرانیان به شمار می رفته. 18 فروردین 1350 خورشیدی، ترور تیمسار فرسیو توسط چریک های فدایی خلق. در بامداد این روز تعدادی از اعضای چریک های فدایی خلق طی یک طرح تروریستی با حمله به خودروی تیمسار فرسیو، رئیس دادرسی ارتش، وی را به مسلسل بستند. سپهبد فرسیو 90 ساعت بعد در بیمارستان ژاندارمری جان باخت. 14 گلوله به بدن وی اصابت نموده بود. این گلوله ها از مسلسل ربوده شده از پاسبان کلانتری قلهک بود. 18 فروردین 1358 خورشیدی، قتل امیرعباس هویدا. با وجود آنکه روزنامه‌های دوران انقلاب همگی از تیرباران هویدا در برابر جوخه اعدام سخن گفته بودند، اما ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت روایت دیگری دارد. وی می‌گوید هنگامی که هویدا در دادگاه می‌خواست صحبت کند و خاطراتش را بیان نماید، رئیس جلسه به دادگاه تنفسی کوتاه می‌دهد. موقعی که هویدا به راهروی دادگاه می‌آید، یکی از آقایان روحانی
که آنجا بوده و من مایل نیستم الان اسم او را ببرم، در راهرو با هفتیر کمری خودش او را می‌کشد. بدین ترتیب آقای هویدا را می‌برند، روی صندلی‌اش می‌نشانند و عکس برمی‌دارند و حکم اعدامش را برایش قرائت می‌کنند و بعد می‌برند. اصلاً چنین چیزی نبود که اعدامش بکنند. 19 فروردین 1379 خورشیدی، برگزاری کنفرانس برلین. کنفرانس برلین نام همایش سه‌روزه‌ای بود که از سوی حزب سبز آلمان و به دعوت بنیاد هاینریش بل در برلین برگزار شد. این کنفرانس با تشنج‌های بسیاری از سوی اعضای حزب کمونیست کارگری همراه بود. پس از بازگشت شرکت کنندگان به ایران، حکم احضار از طرف دستگاه قضایی برای همه آنها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام فرستاد شد و همگی بازجویی و تفهیم اتهام شدند. اما همواره این ابهام باقی ماند که چرا فقط عده خاصی از شرکت کنندگان در کنفرانس مورد غضب و محاکمه دستگاه قضایی قرار گرفتند. 20 فروردین 1359 خورشیدی، قطع رابطه سیاسی با آمریکا. در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام و به گروگان گرفتن 66 تن از دیپلمات‌ها و کارکنان آن، روابط با آمریکا به شدت تیره و به یک بحران بین‌المللی تبدیل شد. خمینی که خواستار بهره‌برداری سیاسی از این گروگانگیری بود، پس از گذشت حدود 4 ماه از این واقعه از قطع رابطه با آمریکا حمایت کرد. 21 فروردین 1344 خورشیدی، سوء قصد به محمد رضا شاه پهلوی در کاخ مرمر. رضا شمس‌آبادی در این روز تصمیم گرفت محمد رضا پهلوی را در کاخ مرمر ترور کند. در جریان این اقدام چند نظامی از جمله استوار بابایی و استوار آیت لشکری نیز به دست او کشته شدند. در مورد حادثه کاخ مرمر، 14 تن به اتهام کوشش در انجام سوء قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه شدند که نام‌آورترین آنها پرویز نیکخواه بود که با پادرمیانی شهبانو از اعدام نجات یافت. وی پس از به قدرت رسیدن آخوندها توسط دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به اتهام فساد در زمین اعدام شد. 22 فروردین 1350 خورشیدی، جلوگیری از ازدیاد جمعیت در تهران. دولت ایران در این روز ضمن صدور اعلامیه‌ای از ایرانیان خواست که از نقل مکان به تهران خودداری کنند و برای بازگشت تازه واردین به دیار خود یک رشته امتیاز را اعلام داشت و اخطار کرد که اگر به درخواست دولت که منفعت عمومی در آن نهفته است توجه نشود، قانون محدوده تهران و شهرهای بزرگ را تشدید خواهد کرد. و افزود که تمرکز جمعیت در تهران و شهرهای بزرگ موازنه سالم اشتغال به تولیدگری را نسبت به خدمات برهم خواهد زد و کشور را نیازمند به واردات بیشتر به ویژه محصولات کشاورزی خواهد کرد که ایران قبلا صادر کننده آنها بود. اعلامیه دولت چند ساعت پس از انتشار گزارش اداره آمار و سرشماری که جمعیت تهران از مرز 3 میلیون تجاوز کرده صادر شده بود.